سلام دوستان من رام هستم سلام برکس یوتیوب <applause> امروز میخوایم حد ساس بخوریم رمی حد ساس بخور یک به منو بخور اون 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 لول دیگه اون تون تری نه خیلی ویو بگیریم اگه کارو بکنیم اگه دنبال ویو یه بار بعدش هم ساس میشیم با اونلی فنز میذاریم اونجا میکنیم این کارو فو اونلی فنز خیلی من حسودی میکنم یه پسره بود دیروزش نگم اونلی فنز داره ماهی 140 هزار دلار در میاره بعد میشینه جای دورین جق میزنه و از این حرفا پشما میخه بود گفتم من این همه سال تجربه داشتم کاش که موقعی که سیکس پک داشتیم اون رو اون موقع میزه خب برای عکس این اپیزود راجبه خانوم و اخلاقای خانوماست و تجربه من و رامین غلط اشتباهشون یه همینطوری من دیسکلیمر بدم که آقا هر چقدر دوست داری من سهیل رو کنسل کنید من با هیچ کام حرفاش موافق نیستم خودش هر گوی خود به دوش خودش من فقط یه سری حرف هستش که در میون میذارم نظر شما رو دوست دارم بشنوم کلا کنجکاوم که آقای بدون فیلتر اعظم این دوست منه <laughs> <applause> نه بابا کنه لقش بابا ما دیگه ما دیگه قبل کنسل دا بشیم تو الان کنسل میشونیم دیگه نه این داریم داریم, داریم صحبت میکنیم در مورد واقعی که باش مواجه بقیه بقیه. شدیم و میخوام یاد بگیریم من تقیقش میخوام یاد بگیرم که آقا دقیقا بهت من میگم بس اصلا من میندازم تو پتو میدون که شروع کنیم دیگه میگم من اصولا رابطه هم خیلی با با پارتنرام و اکسام خیلی خوبه و اینا ولی یه مسئله که فکر میکنم خیلی یونیورسال اینم رابطه نداره که ایرانی یا نه این فکر میکنم رابطه به همین زن و مرد داره. و توی رابطه من یه چیزی که به شخصه خیلی خیلی بدم میاد پسیو اگریشن نمیدونم به فارسی چی میشه این کلمه ترجمهش ولی اینی که توضیح وقت... مثال بزن به وقتی که تو مثلا میگی می... صبح پا میشی و میبینی که پارتنرت ناراحته به یه دلیلی ناراحته ولی به تو نمیگه ولی از برخوردش از سکوتش از جوری که ظرفا رو ورمیداره داره میذاره اون از جوری که سرش تو موبایله اون وایب تو میدونی آقا یه گوی خوردی و رویت خبر نداره چیکار کردی خب یا شاید خبر داشته باشی به نظر اونقدر مهم نباشه که خود آدم سرش اینجوری باشه یا اصلا میگم یه اتفاقی که مال 12 سال پیشه یا نمیدونی از کدوم گوهایی که زدی و فهمیده. آره کدوم گوهته. مثلا دیروز اه. فلان شد چی شو. ام... و من خیلی خیلی این موضوع رو مخم میره که چون من رو تو انقدر آدمای روکرو هستیم در مورد همه چیز خیلی راحت حرف میزنیم من ترجمه اینه که آقا وقتی که مسئله هستش اول در مرحله اول من میشن استراتژی اول دعوام یا مشکلی که به جای برخورم چه با پارتنرم چه با دوستم هر چینی که آقا یه قدم بردارم عقب نفس بکشم میبرم این قدم این بزنم که فکرامو جمع کنم بیشتر بیشتر در مورد موضوع فکر کنم با ضربان قلبم برگرده رو چون تو وقتی که عصبی میشی و بحث میکنی ضربان قلب میزنه بالا تو اصلا دیگه منطقی فکر نمیکنی تو داری تو یه لول مثل یه آدم معتاد داری آپریت میکنی با یه آدمی که اصلا از خود بی خوده و نمیتونه با با فکر خیلی روشن و درستی تصمیم بگیری یا حرف بزنه و داری فقط با اون قسمت خیلی حیوانی داری فقط واکنش نشون میدی و احساس میکنی که اونجا تمام ها و غرورها و تمام کمبودات میزنه بیرون و دیدی که تو دعوا از هر حرف دهن اون در میاد دیگه اون موقعی که میشه آخه وای تو که فلان کردی این سال بی تو که الان اینجوری تو که اونجوری به حرفا که شاید تو هم میکنی از... این کارو یا بیشتر من, من طرف مقابل من خیلی کم پیش اومده راستش تو زندگی که میگه من دا... چون مرحله اولم آدم تو دعوا خیلی نان کانفرونتیشنالم ضد زده... اینم که برخورد کنم تو لحظه سر دعوا این چیزی که از این بابور رو زمان یاد گرفتم برای حل مشکل هنوزم توش ریدم اصلا ادعای ندارم یعنی ریدم واقعا نمیدونم تو ذهن خودم فکر میکنم که خیلی خوب میتونم حل کنم مشکلات و ولی واقعا شونه که خیلی سخته. تره یعنی مشکلات و آدم از زوایای مختلف یه سری مشکلات رو درک کنه و نیازهای اون آدم توی اون لحظه و بتونه اینا رو بتونه درست کمیونیکیت کنه من این هر روز واقعا رو خودم کار میکنم حداقل آگاهم به اون جاهای تاریک و تخمی خودم که باید روش کار کنم که به اونجا هیچ نرسه کلا میگم که سر میکنم که اوید کنم و تا اونجایی که میتونم ولی بعضی وقتا مادم دعوا میشه اینا یه مشکلی پیش شد میگم خیلی خیلی کم پیش اومده که دیگه هر چی از دهنم در بیاد بیشتر, بیشتر با دخترم شد نه حتما با دوستای پسرم بیشتر اتفاق میفته راستش آم که یهو یه حو... من راستش در... تا حالا اصلا یادم نمیاد با کسی شده باشه که هر چی از دهنم در بیاد بگم چون من خیلی خودم کنترل میکنم وقتی که به نفسم برسه یه دفعه دختره است که یه خورده چیز گل دیگه کرکتر داشت بعد همیشه دورور ما می، پروانه میچرخه چون همیشه دورور ما خبره بعد ه... یه بار من موف کردم توی خونه بعد تو اون خونه که داشتم چیز میکردم خب مثلا کار زیاد بود چهار در روز من کار سنگینش میخوام رنگ میکردم همه چیه واسه 14 روز اونجا سنگین کار بود روز 14 هم که کار تموم شد 15 م این اومد چون آفتابی هم بود میخواست به تو بالکن من طبقه سی بود ساب پنت هاوس میخواست به تو بالکن یه بالکن خیلی بزرگ داشت میخواست به تو بالکن رو به ستنی پاک بخواب آفتاب بگیره و اما سلام خوبی من دلم براتون تنگ شده و اینا با من برای شما بودم گوه خوردی به دوستو خمجم گفتیم بیاد. و گفت وای چه حرفیه میزنی گفتم که منم چهار روز اینجا مثل سگ کارم می‌کنم صبح شب یه دفعه یه زنگ نزدی یه دفعه پرش شدی بیا کمک کنی یه ساندویچ بیاری بیا اینجا بشه ما یه جوینت بزن هیچ کاری نکردی وایسادی آمار گفتی چه کار شد روز آخر بیاری تا همین هم کوس سنا سلام سنا بعد برایش سوسه شونه کرد گفت تو اجازه میدی سوهیل من تو حرف بزنه بعد رو گفت دعوا شما من رفی نداره رفت عقب بعد گفتم که ببین این یعنی الان کار چی بود به دوست پسرت گفتی الان یعنی مثلا من مش بزنم تو دوست سر صورت تو یا دوست سر تو ما مش بزنم تو صورت من چه مشکلی حل می‌کنه از سوالی که من پرسیدم بعد دختری خود اینجوری اینجوری نگاه کرد گفت خب اگه من اینجا مثلا ولکام نیستم میرم گفتم بله لطفا برو بعد خونه رفیون این یکی از تناباریه که من حرف دلمو زدم ولی معمولا نمیزنم من روم نمیشه بزنم به طرف هیچ وقت روم نمیشه واقعا بگم دلم نمیاد دل طرف اونجوری بشونم سعی میکنم بیزم تو خودم ولی به بعضی بعضی وقتا... نمیتونم بعضی وقتا آدم لازم داره سوه به نظر من که اون حرف سخته رو بزنه و حتی خیلی وقتا لازمه که بشنویم بوان خودم یه آدمی که خیلی دوران سخت رو زندگیم داشتم و جنگیدم با انواع اقسام ها و این چیزا بعضی وقتی کسی سرم داد میزد یه چیزی میگفت که واقعا شیرفهم میشدم و میفهمم یعنی یه جایی الان مثلا با دوستان بسیار تمام صحبت میکنم من احساس میکنم که خیلی وقتا توی توی بحثا این کامیونیکیت کردن واقعا کار خیلی سختیه یعنی تو میخوای مسئله رو حل کنی آدم میری سعی میکنه همه زوایا به مسئله رو کنه بره ریشه مسئله رو در بیاره و حل کنه و آخرش میری کلی فکر میکنم برای خود تایپ میکنی میگه این بهترین جوابی که میتونم بدم چون توش دارم از یه جایی با م. با عشق دارم حرف میزنم دارم سعی می کنم فر باشم دارم عدالت کنم عدالت باشه دارم سعی می کنم محکم باشم و محکم باشم ولی میفرسی ها اون طرف اگه گاو باشه یا اون تون لبه تون لحظه یعنی منم تون لحظه بعد جفتا گاو هم دی نیم منم یه واکنش فلان اصلا فایده نداره اینم رفتی زحمت کشیدی و فکر کردی و آره اینو قبول دارم. حل،, حل, مسئله خودش میگم برای من یه چیزی که خیلی دارم همیشه بهش فکر میکنم و دارم سعی میکنم توش بهتر بشم ولی خیلی وقتها احساس میکنم که میگم بخصوص باز برگردیم به همون قضیه رابطه به خصوص وقتی که من من خودم چون آدم خیلی روک راستیم مگه کسی مشکلی چیزی داشته باشم همون لحظه میگم این به من اینجا الان مثلا احساس کمبود کردم یا نیاز به توجه دارم یا نیاز به عشق دارم یا نیاز به این دارم ولی میگم به طرف به پارتنرم میگم الان میدونی آوکی، چیز... من خیلی مهم ازت بپرسم من هر وقت حالا این کارو کردم به ضررم تموم شده مثلا میگم ام. اگه من به دوستم گفتم که ببین تو برمیگردی این حرف رو با من میزنی من ناراحت میشم اول اینو بگم اگه کسی به من گفته من واقعا گوش میکنم اگه مثلا من یکی دوستان هست بهش میگم که مثلا ای کچل ای کچل بعد مثلا آقا به من میگه کچل من واقعا ناراحت میشم تا آخر عمرم تو بدترین دعوا که میخوام مادرشم سبس کنم بر نمیگم بهش میگم یعنی بهش میگم مادر در هرزه با در فلان فلان ولی بهش کچل رو دیگه نمیگم خب خیلی احترام میذارم به درخواست دوستم ولی توی تجربه بهم نشون داده که هر وقت من از دوستام همچین چیزی خواستم دو تا اتفاق بیشتر نیفتاده یا یارو با من کات کرده گفته این یارو مثلا دیوونه است ناراحت شده چیز احمقانه باره بابا چغال یا فقط دیگه بهم گفته کچل اسمم تو تلفن نوشته کچل نمیدونم دیگه فقط به من گفته کچل یعنی مثلا این تجربه شخصی بوده و این خیلی همیشه منو ناراحت کرد که آقا چرا وقتی که من خوب من اینجوری گوش دوست دوست... میدم دوست, الان فکر میکنم داری کم کم من فکر میکنم چون سوهل واقعی داره بیشتر هم میاد بیرون و آنلاین و من الان فکر میکنم دوستایی که الان داری انتخاب میکنی آدمی که الان جذبت میشن تو زندگی با اون سوهل کسخول واقعی دیگه آشنان و طرفن یعنی هر کسی به غیر از اینم از تو توقعی داشته باشه حماقت از خودشه چون میدونی اون یکی اینه مثل من مثل من الان آدمی که همش تو تو پادکست هم در مورد سکس و اوپن حرف میزنم ولی یه که بیاد من بگه تو مثلا چرا مثلا تو چرا هشت ساعت با من فقط گذارند چرا بیشتر پیش من نموندی چرا مثلا منو دوست نداری رو چون از روز اول من تکلیفم روشن بود من با تو خیلی آنست بودم در مورد مسائل صحبت کردم پادکستم کلی در مورد صحبت کجای زندگیم هستم میدونی و این, این, این مشکلی از من نیستش من روز اولم اگه, اگه دوست نداری و من خیلی شفاف میگم برای من خیلی بحث اشتیاق و رضایت و خوشحالی و راضی بودن توی رابطه خیلی برای من مهمه من اینو خیلی بهش توجه میکنم به از عاطفی میفهمم بعضی وقتا آدما خب یه چیز عمیق تری هستش تو دلشون و و چیز بیشتری میخوان ولی به نظر من اینطور سر نامردیه که آدم اونو اون بار رو روی یکی دیگه خالی بکنه اون شدت احساسات و اواتف و وقتی که تازه میدونی طرف چه جوریه بر همین کلا یعنی میخوام بگم یعنی دوستایی که تو پیدا میکنی تو زندگیت مطمئنا خیلی دوستای بهتر خواهم بود دیگه آدمایی که به بگی راست میگی فلانی هر چی میگم رابطه خود ما آدم من, مانتون 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 من, هر روز خیلی قوی تر و بهالتر میشه بخاطر اینکه با هم تارفی نداریم با هم خیلی کوریم چه هر هفته با هم هر روز حرف بزنیم تو دو هفته حرف نزنیم اون عشق اون احترام و اون رفاقت سر جاشه من میدونم که آقا من با جونم میتونم رو حساب کنم چون حداقل با من همیشه آنست خواهد بود این برای من منم من وقتی که مسیح و راستی و شروع کردم برای من خیلی اینجوری شده. یعنی دوستایی که الان تو زندگی دارم میان منو با تمام خوبیا و بدیام قبولم دارن و آدم هیچی بیشتر از این نمیخواد به نظر من چه تو رابطه دوستید چه توی رابطه عشق عاشقید مثلا چند با که دوستام که دعوام شده بود برگشتم بهش گفت بابا گفت با. من اینقدر زحمت کشم برای تو فلان برام برگشتم تو منم اینقدر به تو حال دادم فلان هی بده بستونی که دو دو, دو چهار تا که بیشتر داده فلان و آخرش من من آخرش حرف همین بود که ببین من هیچ وقت اصلا نخواستم که این همه کار برای من بکنی تا 15 سال رفیق تنها چیزی که از تو همیشه میخواستم از روز اول اینه که دوستم باشی اینه که حالام بپرسی اینه که واقعا برام حضور داشته باشی تو اون لحظه های سخت و اینکه این چیزه به این سادگی رو نمیتونی درک کنی یعنی واقعا خب دوست من نبوده هیچ وقت خب جواب, من جواب, این جواب آدم چی خودش داد؟ وقتی مار... حالش بعد بود به خدا قسم میرفتم دم در را. چون فکر میکردم چون یه موقعی دو سه هفته جواب تلفنشو نمیداد من این خودکشی کردم میرفتم در میزدم در خونهشو این ور که این فقط جسدش انقدر نگرانش بودم و چون انقدر دوستش دارم و این و انقدر خوشحالیشو میخواستم یعنی واقعا خودم همه جور مایه میزدم که این آدم زندگی بهتری داشته باشه چون هنوزم دوستش دارم بانک ولی ولی دیگه دوستم حسابش نمیکنم واقعا براش بهترینا رو میخوام ولی تو کل رابطه زندگیمون همیشه من به عنوان یه ابزار نگاه میکرد که چجوری واقعا خوش خوشو برای جلو خب اگر روز اول قبل رابطه‌مون اینجوری باشه به میگفتی منم این این اینو تو ذهنم این توقع یا این جایگاهو برای تو نمیذاشتم که رابطه هم به چی جایی برسه ولی قلبم میشکنه چون برگشتم بهشم گفتم گفتم من واقعا تنها چیزی تو زندگی میخواستم از تو اینه که یه بار حالا هم بپرسی تو 15 سال ده سال رفاقت یک بار تو من زنگ بگی رام حالت خوبه میدونم الان مشکل داری الان فلانی میذارم بیام دنبالت بریم ما هم بیرون اصلا بشینیم توی پارک بشینیم توی بار با هم یه پیک بزنیم یه شات بزنیم یک بار حتی نکنین کارو حتی یک بار مهمونم نکرد حتی ببین این موضوع خیلی رو میره. میدونم خیلی احمقان است این حرف من چون خودم خیلی دست دل بازم همه رفیقام اگه پول داشته باشم همه رو مهمون میکنم هیچ وقت توقع ندارم کسی منو مهمون کنه با باید اینکه باید ده سال رفیقی و یه دونه شات هم برات نخره یه جای کار میلنگه آره حالا من اینوری کونم سوخته من نه, نه اینوری منم دقیقا مثل تو کونم سوخته یعنی مثلا من یادم تو خونه قبلیم برنامه پوکر داشتیم بعد من پوکر که میذاشتم مشروب هم میذاشتم مشروب خفن یعنی ضعیفترین مثلا ویسکی مثلا دیگه گرین لیبل یا گولد لیبل جانی واکر بود از این شروع میکردم با مثلا گریگوس و این حرفا بعد یه چیزم آمار اومد که سوهل خصیصه بعد اصلا سود میکشید که خالق کسی من خونه شما میام شما آب به آدم نمیدین بعد میای خونه من غذا براتون از بیرون میگیرم گل بهتون آن لیمیتد میدم مشروب تو این لول بهتون میدم چطوری من خسیسم به یه فکر دوستم که داشت من میگفت گفتش که تو خصیصی گفتم دادا تو تاله شده گفتم کوکایین میزنی گفت نه گفتم تاله شده واسه کسی کوکایین بخری گفت نه خالم گفتم من مشروب نمیخوام به این فکر کن. بعد حالا بعدش پرسیدم گفتم بگو چرا به من میگی من خسیسم گفتش که چون وقتی میریم داونتاون تو هیچ وقت ماشین نمیاری حالا داستان چیه من از 17 سالگی راننده همه گروه های دوستان بودم همیشه من کسی هم که راننده بودم مخصوصا چون که مشروب نمیخورم بچه که بودیم خب همه مشروب میخورم به از من دیگه خب من مثلا دزیگنیتد درایور بودم همیشه بر همین من عقده دارم که بشینم کمک راننده ریلکس باشم به توخم نباشه کجا با پارک کنم ماشین تو میشه تو نمیشه چه قانونیه با کدوم اپ با پول بدی خیابون رو رانندگی کنی پلیس نگران باشی می من عقده شده واسه من من تو مغزم بود که من تو زندگی مثلا تا دو 2000 بار به اچار بردم بیرون دیگه هر پنج شنبه که الان میریم دیگه من چهار نفر دارم از طرف شهر میرن دیگه من با یکی از این بچه بعد اینا اینو چرخوندن که این خصیصه کسی که میاد خونه من میدونه من مشروب میخوام براش دارم مشروب 100 دلاری باز میکنم یعنی مردم اصلا همیشه آدمو یه جوری هرس میکنن که من اصلا هیچ وقت نفهمیدم چرا انسان اینقدر کثیف و نامردن بعد میگم اگه یکی دو تا بود میگفتم من یه دو کی داشتم ببین من از آدمی گشتم که مامانش تو کانادا روسری سرش میکنه تا کسی که باباش تو ایران جنده خونه داره واسه همین همه جورش رو دیدم از پولدارش دیدم فقیشم من آدم نیستم که قیافه باشم انبازی راست کسی در بیارم و ننت که بابات که تحصیلاتت که چی میکنی من هر کی میبینم همون لحظه سلام هم اسم چیه چیکار میکنی چیکار میکنی یعنی داری حال میکنی یا نه که مثلا میرم با یکی با یه سات حرف الانه میگه یارو چیکاره بود میگم چه میدونم میگه نپرسید چیکار کار میکنی میگم نه به من چه داری یارو است تو مهمونی من با یکی رفتم میگه مثلا زن فلان شوهر فلانی بود میگه چی کار است میگم چه میدونم میگه نه نپرسید چی کار است میگم نه به من چه چی کار است واسه من همه آدما رو اون لحظه رو میخوام تو اون لحظه باشون کانکت میکنم حال میکنم بعدش ولشون میکنم میرن و وقتی که میبینم این همه کالکشن آدم همیشه کالکتیولی منو دیدن به این باور هستم که آدما بعد از اینکه به قول جنابادی معصوم گل به دنیا میان توی سنی شروع میکنن یاد گرفتن بد شدن و بد شدن و بد شدن اینم فد توی پادکست هم با دکتر سنا اینو گفتم یا خیلی دکتر سنا حال کردم من بهت گفتم اینو نه بهش گفتم به نظر من آدما از یک تا پنج سال خودشون میشن حالا یک تا هفت خودشون میشن از هفت تا 17 یاد میگیرن چطوری خودشون نباشن توی سوسایتی بعد اینو که گفتم یه مایک و انداخ شو که کف زدن گفت عجب گل گفتی فلان بسار و این خیلی موضوع سدیه و به نظرم آدما همه یاد میگیرن که بد باشن و وقتی من بهشون خوبی میکنم همه نگاه میکنن که این چرا داره این کارو میکنه همون وقتی تو داشتی میزدی چرا داره واسه ما بوتچی مشو باز میکنه یه حتما یه برنامه‌ای واسه ما داره فلان بس بعد من هیچ وقت کی هیچ کی هیچی نخواستم این مثلا من الان توی 25 سالی که کانادا ام تا حالا نشده به دوستم دوستام زنگ بزنم بگم مثلا میشه بیام خونت بخوابم میشه نمیدونم ماشین ازت قرض کنم پول داری به من بدی نمیدونم اصابم خوده برفم گوش میدی تا حالا یک بار از یکی از دوستان هیچی نخواستم خب بعد حتی مثلا همه ازم هم میپرسم یا آقا تو این هم دوستای خفن رپر داری چرا با اینا پادکست نمیذاری چون نمیپرسم هر کی من آفر داد من تو چشم صبح باشه شب باشه بالا میشم از آدم معروف تا آدم غیر معروف دیگه اگه رفیق فابریک ما نمیاد به من آفر بده اون مادر جنده است اون احمقی که میدونه من به کمکش احتیاج دارم اون میدونه با یه دیه صد نشستم پشت دور میتونه کمک کنه ولی دوست دارم من میگم نه آدم به برای کمک من به این خیلی اعتقاد دارم آدم وقتی که نیاز زندگی تو رو توی شرایطی باشه خیلی قرار میده من تو چیز مالی نیست من از عاطفی من واقعا میفهمم اگه نیاز دارم که منم من به تو زنگ بزنم بگم بگم من اون ترس و اون شرمو ندارم میگم سو من خیلی افسردم امروز و حالم خوب نیست مثلا میتونی به دنبالم بریم آن بیرون بینی من من از این موضوع اصلا نمیترسم چون یه میذاره استیگمایی که مردا نباید درخواست کار کن یه غروری هست پشت این قضیه که نه ما باید همیشه محکم و قوی باشیم میفهمم منطق دادم دوست ندارم کسی چاق بده کاری چیزی باشه اینا. و اینا ولی دنیا و شرایط هم یه جوریه که آدم نمیدونه زندگی تو رو به کدوم سمت میبره خیلی وقت و, و آدم میتونه یه محیط و یه جامعه و گروه دوستای خوب داشته باشه دور بر خودش خیلی زندگی تو رو میتونه بهتر کنه این یعنی این موجی که هممون رو بیاره بالا این انرژی و این عشق چون تو خیلی جامع جامعه هم که میرن تحقیق میکنن که چی باعث میشه که خیلی آدما به طورانی آم کنن اولین چیز اینه که میگن آقا دوستای خوب سکس خوب دایت خوب میدونی یعنی این سه تا چیز مهم در این چیزان قشنگ و میدونی آدم مهم به نظر من که یک کامیونیتی و یک جامعه کوچیک خیلی سالم و خوب و قوی دور برش باشه یه سپورت سیستمی که اگر روز مبادا یه روزی که اتفاق وحشتناکی بیفته آقا مگه من تصمیم کنم یه روز زندگی با بکشن گروگان بگیرن همه پولامونو بگیرن مگه من مگه زندگیمو میکردم و فرات میشی و, گیجی و با چه گوهی بخوری خب اون موقع معلومه من خیلی نیاز بگم من واقعا یعنی بیشتر چیزی که تا ناراحتم تو این چند سال <تصفح> که اون کمک و گایدنس درستی که لازم داشتیم که منو و از اون باتلاق بکشه بیرون واقعا نبود تو اون لحظه اونجوری که لازم بود و ما هر تص... ببین یعنی قشنگ یعنی هر تصمیم بدی که تو فکر کنی یه خانواده میتونست بگیره از لحاظ اقتصادی از لحاظ عاطفی از یه ام... یعنی همه ما یعنی تصمیم گرفتیم چون هیچ کسی نبود ما رو هدایت کنه ما هم داشتیم روی مودی آپریت میکردیم که از خود بی خود بودیم یه جای تاریک و افسرده و میدونی و با ترس آدم وقتی تو لول ترس داره آپریت میکنه فقط تصمیم بد میگیره پویشتر تصمیم بد ولی برگردیم به به اصل به اصل بحث و این داستانی که میگم من میخوام بدونم که آقا آدم با چجوری دیل کنه وقتی که پارتنرش ناراحت در دستش و داره تو خونه ها چه دختر به ولی من تو دختر فکر می بیشتر دیدم تا پسرش اگه اشتباه میکنم، کنم بیا من بگین حالا میگن آقا روز سکسیست ولی این قضیه که یه چیزی که ناراحت میکنه تو رو و درست کامیکیت نمی درست در موردش صحبت نمی و ما مردا خیلی وقتا باید حدس بزنیم که مشکل چیه و بعد ناراحت میشین که تو چرا نمیتونی حدس بزنی که مشکل چیه من که گفتم من که اصلا لولی مغزم من که قشنگ یعنی تیپیکال مرد خنگی که اصلا نمیتونم به چند تا چیز تمرکز کنم مثلا اگه دارم سعی ایمیل بنویسم تو داری با هم حرف میزنی غیر ممکنی اصلا بشنوم داری چی میگی من بودم تو تو خونه مثلا اگه النا باهات مشکل داری باحت 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 یا دعوا میشه باهات باهات کامیکیت میکنه یا نه همون این سایلنت تریتمنت رو من... میده یا پسیو اگریسیو یا نمیگی به خودش نمیتو بود حس بزنی نه قبلا پارتنرای که اینجوری بودن نظر چیه کلا تمام تک تک دوست دخترای قبلا هم همینجوری که تو میگی بودن وقتی بلند میشودی از خواب میدی رو بعد اخلاق میرفتی دنبالش میشید تو ماشین مثلا حرف نمیزد به چی شده همیشه داستانی بود که مثلا دیر اومدید به یه چیز خیلی احمال که من نمیتونم حدسم بزنم و خیلی عصبانی میشدم که چرا من باید انقدر عصبانی بشم و مغزم و به جا بدم به خاطر چیز خیلی کوچیکی که تو مثلا میتونی بگی نشید باشید بگو آقا در دقیقه دیر اومدید من شاکم تو در دقیقه دیر میاد میای هی قیافه میای بعد بهت هم میگم دیر اومدم میگی ساعت تکون میدی بالا یعنی مثلا نمیگی آره هنوز داری ناز میکنی بعد دیوونه میشدم با النا که دوست شدیم النا یه جوریش فهمید شخصیت من یه خورده غیر عادیه یعنی از روز اولی که به من با مثلا هوکاپ کردیم به من گفت گفت من از اینکه تو یه آدم متفاوتی با بقیه خوشم میاد از اینکه مغزت متفاوته یعنی النا اصلا منو خیلی به من گفت من کیم من قبل از النا خودم نمیشناختم چون بابا من بابام یه بابای ایرانیه بابای ایرانی هم همیشه فقط می تو سر تو وقتی که مدرک دکترا تو بگیری تا وقتی دکتر نشه بشی همه بچه های دیگه لوز به خاطر همین بابای منم همیشه بچگی میزد تو سر من همیشه میگفت تو مثلا تو همه چی بدی من فکر من یه آدم تومی و خنگ و فلان واسه مثلا من یه بیزنس درست میکردم می گفتم اگه من الاغ عقلم میشه دیگه هر کسی عقلش میرسه دیگه ولی هیچ کی دیگه عقلش و من که با النا دوست شدم النا به من گفت دو, دو تو که الاغ و گاو نیستی هیچی ابرج هم نیستی تو جز آدم خیلی خاصی کی فکر اینو میکرد کی فکر اونو میکرد ببین اینو کردی تو نکان، اونو کردی و انقدر به من گفت من اعتماد به نفس پیدا کردم و اینا برای همین النا با من حرف میزنه وقتی مثلا ناراحت همون ثانیه میگه میگه ناراحتم ولی حالا همین چند روز پیش رفته بود خونه مامان باباش که تو ویکتوریا یه جزیره است اینجا یه ساعت با قایق راهه رفته بود اونجا با بچه ها بعد شب زنگ زد شب که زنگ زد من با یکی از بچه‌ها که همیشه هنگاد میکنیم تو اتاق بود با یه دختره بعد من دخترم تو بفرمای شام بود و من برگردوندم کمرا رو گفتم دارم بفرمای شام نگاه میکنم بعد گفت ای پدر سگ بدون من بفرمای شام نگاه میکنی گفتم آره بعد دوربین رو از رو که رو تلویزیون بود همون چرخوندم روی آدم زنده تو اتاق بود بعد النا یهو چیز شد گفت خب من این برام اهمیتی نداره اوکی من باید برم گوشی قطع کرد خب یعنی همین کاری که تو داری میگی به من نگو بچی ناراحت شده من باید حس میزدم که از اینکه دختر اونجا ناراحت شده یا یعنی اینکه من دختر نشون دادم ناراحت شده یا یعنی دختر تو اتاق خوابونه ناراحت شده یا یعنی اینکه دختر اصلا تو خونه است ناراحت شده من واقعا نمیدونستم من باید می زدم و از چی ناراحت شده ولی روی تجربه ای که از دوستای قبلی داشتم دیدم هر وقت که من رفتم دنبال این موضوع و سوال پرسیدن فقط بدتر شده یعنی هیچ نتونستم بگم, بگم که از چی ناراحتی بگی از اینکه دختر بودی بگم من دختر بردم این دوستمون که اومده دختر باش بوده من دیگه نمیتونم در خونه بهش بگم برگرد پیجا این درست نشده که بگه او من نمیدونستم که مثلا چیزه من نمیدونستم فلان مثلا به خاطر همین من چیز بودم وقتی که النا این کارو کرد گفت او oh, که okay. من باید برم گوشی قطع کرد گوشی قطع کرد من گوشی خاموش کردم تلفنم رو چیز کردم دونات uh, دیسترپ که دیگه اگر به من مسیج بزنه اونجا واسهش بنویسه که این آدم تلفنش رو دو نات کرده مسیج رو دیگه نمیبینه دو نات دیسترب کردم و دیگه ساعت هم در بودم انداخم رو دیگه واسه حال کردم چون گفتم اگه الان من بخوام با النا صحبت کنم راجع به این موضوع فقط شب منو خراب میکنه النا هم بهتر نمیکنه از الانو که الان ناراحته به دو تو صبح ناراحت باشه به تخمم حداقل من حال میکنم یکی باخته یکی برده اگه من برم تو جفتمون میبازیم به بخ... ش... تا ساعت یک کنین دو بودیم یک کنین بچه میرفتیم یه جا مهمونی تا ساعت سه تا سه صبح من ستوری گوشتم تو اینستاگرام و اینا که مثلا من بیرون و این عرفا بعد الانو صبح ساعت ده زنگ زد الانو صبح ساعت ده زنگ زد سلام بیبی خوبی خوب خوابیدی خوب حال کردی دیشب چه خونه قشنگ بود مثلا اصلا انگار نه انگار که اون دراما رو درست کرده بود تلفن آخر اصلا کامل خوش مثلا چیزی که مثلا نه نه من این کار بکنم واسه همین هم تو باید اکتیولی دختر رو آروم کنی هم باید بهش بگی که آقا من مغزم جوری کار نمیکنه چون دختر دوست داره کلا آرگیو کنه حالا میخوان قبول کنه میخوان نکنه خانومو <laughs> واسه <applause> همین <applause> وقتی بهش آرگومنت طرف بدی فقط اونو میبره جلو که مادر مغز رو سرویس کنه پوینت هم نمیخواد یه بار با دعوام شده بود بعد یه چیزایی به من گفت من عصبی شدم با مش زدم تو دیوار دیوار سوراخ شد بعد که تموم شد دعوامون گفتم چرا من عصبانی کردی که بعد همچین کاری کنم گفت من می‌خواستم اون اصلا عصبانی کنم من فقط... فقط فقط فکر این بودم که تو رو عصبی کنم اصلا فکر اینکه حقیقت رو بگم یا مثلا راست و اینا اصلا مهم نبود فقط چطور چرت پرت میگفتم مثلا دوامش من بگم مثلا تو هرزه ای بعد گفتم خب بی پدر وقتی من تو داریم دعوا میکنی من دارم سعی میکنم به خوبی برسونم موضوع رو به صلح دارم فکر میکنم تو داری فکر میکنی چطوری مادر من عروس کنی به هر وسیله ای خب این چه دعوای احمقانه ای ما دعوا میکنیم چون تو میخوای میگفتم مثلا اینه که گو آخه خب تو دعوا آدم چیز میکنه دیگه گفتم نه احمقا نمیذاریم مثل اینکه دعوا من با مش بکنم تو دهن تو برشونم میگم خب تو دعوا بودیم دیگه خب نه من اکستریم ترین اینه که میتونم تو رو بکشم با دستام زیر 5 دقیقه تو هم اکستریم ترین اینه که میتونی کوشش تایم حرفا رو بار من کنی تو داری اکستریم تایم تو میکنی من دارم نمیکنم پس تو خیلی بدی رو تو رابطه رفتار میکنی بعد میگه میفهمم حرف تو ولی تو دعوا نمیتونم بفهمم تو دعوا اون شخص جالبه من چند میگم یه پادکستی بود که گوش کردم یه تحقیق علمی کرده بودن سر دعوا و دختر و پسرا میگم یه سری آدما میان فوش میدن دوباره میگن آقا سگ ولی خب میگم این بر حرفای من نیست این مطالعه بود تو دعوا که میشه ضربان قلبت میره بالا و این باعث میشه که تو یه جای آپریت کنی که اون فایتر فلایت موتوریه و تو ضربان وقتی بالاتر هیجان بالاتری داری فکر میکنی که خب من اگر این تنس و این استرس دارم الان یعنی حل نشده مسئله توی دعوای دختر و پسر معمولا پسرها زودتر ضربان قلبشون برمیگرده و خیلی اختلافش کمه ها ولی مال پسرها زودتر آرومتر میشن ولی دخترها نه بازم میگم این حرف من نیست برای این مطالعه ببینم پیدا میکنم پادکست رو با همه شیر میکنم میگم این پادکست معروف ها بود نمیدونم اسمش یادم نمیاد خیلی معروفه همیشه اصلا این نه از یه چیز دیگه بود اون نبود و اتفاقی که میفته که تو مثلا پسر یه ذره آروم شده ولی دختر هنوز ضربان قلبش بالاه با اینکه مسئله حل شده یعنی منطقی میدونه حل شده مسئله ولی فکر میکنه بدنش دوباره اون واکنشی که اون قسمت پرایمال و لیزرد برینش داره بهش سیگنال میده تو هنوز ولی ناراحتی با اینکه حل شده بعد دوباره یه شروع میکنه بعد دوباره تو اون لوپه میفتی و این لوپ خوشونت و بحث و دوام یه حالت مثل دراگی مثل کوک اعتیاد آوره شروع میکنی دیگه هی hey, میخوای ادامه بدی و آدما که گیر میکنن تو اون لوپه دیدی که دیگه دعوا چند ساعتی طول میکشه و بحث و آدم اصلا من, من که اصلا دیدی دارم خودم میکشم اصلا میگم آقا حرف مخالف بزنم کتک میخورم حرف موافق بزنم کتک بزنم انگار هیچ چیزی میگه 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 دیگه, دیگه اصلا حل نمیشه مسئله من میگم آقا من گو خوردم فقط تو رو خدا دعوا <applause> کنیم مثلا فقط این مسئله حل بشه بره به زندگی اون برسیم و من میخوام همیشه هدف همینه اینه که پیشگیری کنم که به اون لول چون از اون لول انقدر میترسم و وحشت دارم برای همین من بزرگترین ترن آف هم همیشه تو رابطه هم گفتم دختر الکالیکه چون خیلی الکال آدم ها رو اگریسیف میکنه فرق نداره دختر یا پسر مثل کلا چه پسر چه دختر آدمی که خیلی از همه دراگ که الکل یکی کوکین این دوتا چیز بیشترین چیزی که میاد آدمایی که جنبه الکل و کوک ندارن و توش میفتن خشه آدم علف میزنن خشه نمیشه آدمی که اسید میزنه یا ماشرو میخوره یا ام دی میزنه نمیشه قلبش پر عشق و همه رو میخواد بغل کنه و بوس کنه ولی الکل و کوکن انقدر تو زندگیم زیاد دیدم من که دیگه کوک نمیزنم واقعا اصلا اصلا کوک بدم میاد یعنی شاید سال دیگه مثلا یه بار دو بار یه چیز استثنایی باشه اگه شب مثلا با یه شاکوس بخوابم مثلا دیگه مرام بگه بزن اون بگه هروینم هم بزن میزنم و چی اون بگه میزنم ولی الکل خودم سعی میکنم کمتر بخورم من خودم اونجا آدم بدمستی نبودم تو زندگیم تو مستی با کسی دعوا نکردم ولی واقعا آدمایی که خ... بری رفیق داریم قشنگ یعنی ب... وقتی که اون سایدش میاد بیرون میگیم شیرالی این ساید شیرالی که میاد بیرون آه تمومه این با همه میخواد دعوا بکنه با همه میخواد کتای کاری بکنه سر همه داد با و... ما بود جوری فقط جمعش یعنی دیگه بقیه شب ما به جوری خوش بگذره فقط تو مهار کردن این آدمه که چه جوری جمعش کنیم یعنی دیگه کل انرژی شب دیگه, این اینه که شیر علی و شیر علی خیلی فانی من یه کلاب بودم با نه تا دختر بودم یعنی دوست دخترم با هشت دوستاشو گفته بود بیاد منم اونجا بودم مثلا همین انگار که من مدام تا دختر بودم بعد من چه آدمی ام که مثلا میخوام به همه حال بدم نگاه میکردم هر جور یه پسر و دختر ما چکر میکنم مثلا دست میذاشم گفتم این دختره رو میخواد می بعد بهش گفتم بیا بیا دست دختر میگفتم گفتم با هم بریم برقصیم بعد همینجاشم به همه حال میدادم و اینا یهو برگشتم دیدم یه پسر همین شیرعلی که تو داری میگی دو دختر من دستش گرفته داره میکشه دوست دختر داره اینجوری دستش میکشه که ول کنه بعد اینجوری دستش ول شد و اومد تو بغل من شیرعلی هم همینجوری داره تو زلت چشمه عصبی نگاه میکنه میگم عصبی دیگه برای چیه دو سخر ما ورداشتی داشتیم به زور بردیش الان ناراحتی بزنی بگی ببخشید بهم برخورد بهم به, هم برخور. به هم برخور و شو گفتم چش نهار کردن و یه دونه بهش فینگر نشون دادم بعد دوستاش اومدن تا گرفتن بردنشو، رفت عقب و چیزی دیگه نشد ولی من همین جوری نگاش میکنم بعد اون موقع مثلا موضوع مالش هم دارم 20 20 سال پیشه و من اون موقع چیز نبودم یعنی اون موقع قد آدم هنوز انقدر بلند نشده بود واسه همین وقتی توی کلاب بودم من سرم اینجا که بود همه سرا سر دیگه زیر گردن من بود یه سر می‌دیدیم من سرم بیرون بود اگه مثلا دو تا آدم قد بلند بودن ما همیشه همدیگه رو می‌دیدیم این شیرعلی هم قد بلند بود واسه همین من همیشه می‌دیدمش تو غیب نمی‌شد من همینجوری زل زد زدم تو چشاش همینجوری چشاش نگاه می‌کردم اونم پشتش به من بود بعد برمیش من نگاه می‌کردم تا نگاه می‌کردم من دوبارهش فینگر نشون می‌دادم دو بار سه بار چهار بار پنج بار بعد دوستا شما هم پیشون که آقا همین حرفی که تو میزنه این شیرعلی یه خوره دیوونه است مشهور میخوره به همیشه گیر میده حرفه دنبال دعوا میگرده بیا بی خیال شما معذرت میخوام بابا فلان مثلا گفتم این شیرعلی تا حالا به آدمی مثل من گیر نده بوده امشب <تصحاب> یه کاری میکنم که مشکل شما حل بشه دیگه شیرعلی نخوایم داشت بعد دوباره دو, دو سه بار دیگه بهش انگوششون دادم دیگه به غیرتش برخورد دیگه دیگه زایش کرده بودم دیگه فکر کنم یکی واسه هر دفعه برنامه من بهش میدادم بعد اومد طرف من دو اومد طرف من رو دیگه من دو سوخم زدم که بلند شام یه زدم تو صورتش همو چخرم یه دونه یه دونه لگزم توی سینه‌اش پخش زمین شد یا همونجا ناک اوت شد این اصلا قش کرد <تصفح> این داره دیدم من یکی دوباره از چیزشون کردم آشش کردم خیلی حالا ولی آره دیگه میگم حتی... متاسفانه اینا اصلا اون اصلا من نمیدونم آدمایی که دنبال دعوان یا ما یه, یه رفیقی دیدم تو خیلی تصادفی چند پیش یه جایی بودم و دعوت شده بودم و یه گفت آقا من دختر خاله فلانی هم گفتم او اوه اوه او اون یارو کسخله بچه پولدار موفق فلانه 17 بار چاقو خورده واو چون انقدر لات بازی الکی با همه دعوا میکنه همیشه هم کتک میخوره ولی حالیش نیست اصلا میگم بابا تو تو 17 بار چاقو خوردی فلان شده کی میخوای آدم شی بعضی آدم اصلا میگم یه سری سلولای مغزشون کمه اصلا نمیفهمن اون قسمت رو اصلا انگار رد دادن اصلا ولی الان داریم داریم به آخرهای این اپیزود میرسیم میخوام میخوام فقط روی این این موضوع باز که الان اگه بچه که مواجه میشن با با دوستایی که با پارتنری که با سکوت یا با خشونت ها هم پسیو اگرشن اونجوری برخورد میکنه یا نمیگه مسئله چی با چی کار کنم به نظر تو که حل کنن اون مسئله رو یعنی همین مثل تو به قول زدی یه حرف با حال زدی گفتی یکی میبازه کی میبره اینو خیلی دوست داشتم خیلی حرف میگم مغز تو رو اینجاست که دوست دارم و یه جایی بدون فیلتر <تصفح> یه فکر احمقانه بلند بلند میگه که درسته تایختش منطقه چون چرا دو نفر ببازن اون شب حداقل یه نفر ببره میفهمی چی میگم اون می که دیگه باخته اون که آریدی تو عصبیه آره اون که آریدی عصبیه به قول تو من دیگه چیکار میتونم من دیگه نریم تو شب خودم تازو تازو برای حالا کلا ما برای اینکه جمع برای اینکه جمع کنیم... فردا صبح اون خوشحاله تا وقتی من میبرم می امشب فردا صبح هم اون خوشحاله یعنی تکنیکی اونم فردا میبره یعنی میگه که اوکی من ریلکس کردم بهش فکر کردم اوکی الکی غیر الکی عصبی شده بودم سلام شو حرم خوبی میدونی یعنی اونم مثلا سعی شروع میکنه فرداشم بهتر میشه من کامبینشن اینه که به خانم میگم آقا من نمیفهمم وقتی مشکل داری یا به من بگو یا از من اکسپکتیشن نداشته باش اگه داشته باشی من تو خواهم حساب نمی کنم بعد دو بار که بهش نشون بدم تو خودم حساب نمی کنم دیگه میگه واقعا چون میگه خب میگه نمی کنه تو خودش من این کارو بکنم خب که تو که نی میگه روزیش بگم یا من ناراحتم کفش تو در در در, در میارین جفت نمی‌کنی میگم اوکی جفت می‌کنم <تصفح> آره بگو بگو بابا راحت میشید بگو خب من دمپایی تو دم در نذار فلو اون اون اونجا نذار آقا آو حل میشه مسئله چرا اینو خود صحبت کنیم کمیونیکیت کنیم راحت میشین تو بیچاره وقتا مسئله 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 احمقانه اصلا مسئله خیلی عمیق و بزرگی هم نیست اینه که من بهش این چیزی که من میسوزم من توی لوپی گیر میکنم که میگم باور میشه که سر یه جوراب الان داریم دعوا میکنیم و بعد دعوت تبدیل به یه بزی بزرگتری بزرگ که آقا تو 20 سال پیش شد نمت می بودی و بعد چی شد و فلان شد و بعد همینجوری بزرگتر و بزرگتر میشه میگم باورم بعد با من از خودم خجالت میکشم توی لول اینتלקچوالی که میگم باور نمیشه ما داریم سر یه جورا واقعا داریم به اینجا رسید دعوامون و من چقدر آدمی هم, هم که آره. دیدم که جدی دادم رابطه‌مون از یه جایی به اینجا کشیده و این گیر میکنی تو اون لوپ که خیلی نگاتیو و منفی و هی میگم ما اصلا نباید به اینجا برسیم این قضیه با همون اول داستان آقا دیوز جروب okay. <applause> آره تو وردار زمین چشم تمام اوکی آره خیلی واقعا کامل خوبه ولی باز به نظر من اینم آخرین پوینتی که من میگم باز برمیگرد به همون نقطه که من میگم آدم ها کلا وقتی که یه حق به جانب باشن میخوان استفادهش کنن همه آدما آرزوی رئیس بودن و قدرت در داشتن یعنی وقتی که بس الان من میدونم آره دیگه میگم هر کسی میگه کار بدی میکنه مثلا خودش میگم کار بد میکنه و تو همون کارو میکنی به تو قور میزنه اینم هم همونه دیگه این میگه الان من کار جوراب اینو با منطق من کار بدی که این جوراب رو زمینه پس رام کار بدی کرده پس من میتونم بینم بهش هم. هم. که تا میگه چی شده بابا میگه دیگه من وقت دارم تو رو اذیت کنم پس قانونم میتونم اذیتت کنم و من اینو نمیفهم که چرا انسان ها وقتی قدرت دانه که اذیت کنن اذیت میکنن من میگم آدم من رو اذیت میکردم من میگم بذاریم برای پادکست دیگه چون من خیلی در مورد این نظر دارم اتفاقا این یادم okay, اینو میذاریم برای بس 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 مسجد بعد بقول معروف و بریم برای دفعه بعد که که این کارو رو میکنیم دمت گرم دو من همیشه حال میکنم با حرف میزنم و من همینطور اگه بتونیم ماهی دو تا اپیزود بدیم بیرون چون بچه ها خیلی به من مسج که لطفا مسجد تو از بین نبری مسجد تو دوست داریم اینو واقعا به خاطر برابکس بگم چون من من تو تو آدمی هستیم که حرف میزنیم بعد تو دارید میچخید تو دنیا تور میذاری پارتی من دارم دو بچه بزرگ میکنم خیلی جالبه این که من تو سمشمون خیلی باحاله من دو بگم ما, ما. ما. تو آدمایی هستیم که مرا من, من خیلی ج... ج... یک چیز که به تو خمشو جذب می‌کنی که بخاطر این بدون فیلتر بودنمون و رو راست بودن و لخ بودنمون به نفع خودش من حالا چرا تو مثلا آدم احساسی تری باشم و یه جوری دیگه لخشم. تو جوری دیگه همه افکار خوب و بعد تو همه بلند بلند استفراغ میکنی میگی مثلا من یه پیغام گرفتم از یه آدمی که توی پست خیلی مهمیه امروز و آدمی که از توقع شده خیلی معروف هست میخوام بگم و اینا چی یه آدمی که من خیلی براش احترام قالم یه خیلی بزرگیه و خیلی کار تر و انتلیکچول تر و فلان اینا و من میگم را من عاشق پادکست تو هم و صحبتات و, فلان و اینا انقدر خوبه که این پرچم این 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 قضیه رو گرفتی بالا و میگم آدمایی مثل من و که انقدر راحت میان حرف میزنن خیلی وقتا شد حرفمون درست باشه خیلی وقتا ممکنه غلط باشه ولی همین که جرأت اینو داریم که بیم حرف دلون بزنیم و در میون بزنیم بدون که سعی کنیم ادای کسی رو در بیاریم سعی کنیم به احترام بکنیم سعی کنیم که کول باشیم و دیوونه باشیم چون من چه توی پرایوت همینیم که الان داریم با هم حرف میزنیم هیچ فرقی نداره دقیقا. و این یکی بیام فرق... بگو, بگو بگو بخش و هر میخواد تمام کنم فکر کنم میگم این خیلی جذابه این خیلی کمیابم هستش توی فرهنگ با من و تو این پرچم بالا گرفتیم با هم همینجوری ببریم شلو واقعا هر جوری که شده یکی از بچه‌ها اومد من گفتم سو به من اجازه میدی که من بیام قبل ضبط باشم ببینم مثلا چه اتفاقی پشت صحنه میفته گفتم داد ما پشت صحنه نداریم ما میشینیم می این ضبط تموم میشه ضبط میکنیم همه‌شو میبینی یعنی پشت صحنه رو که داریم میبینی نه قشنگیش همینه چون واقعیت گم شده انقدر همه چی دروغ شده آقا ما بچه بودیم فیلمایی که سوروایوال می‌دید یارو تو جنگل میخوابی دادن اونام هم همه دروغ بود پاشش کرو داشتن و قضا می‌زدن فقط فکر داشت می‌کردن که ما فکر کنیم یارو تو جنگله یعنی انقدر همه چی دروغه مردم واقعا یه تشنن که آقا واقعا من خونم فکر می‌کنم مثلا این کار بده یا نه یکی دیگه هم فکر می‌کنه بعد من بلند میگم مردم واقعا احساس میدید ریلکسی کن چون واسه من کسی نبود بگه من همیشه میگم من دیوونه هم. من فقط من این فکر رو دارم من غیر عادی هم پس اگر من آدم خوبی هم چجوری دوازن نفر همیشه دارم میکنم پس شب من آدم بدم میگم برای ویدیو بعدی هم میتونیم چیز کنیم آقا بریم فلفل تند بخوریم ریاکت بکنیم با خیلی شیک و قشن. وای چندش هم میگیره من دوست دارم یکی دوتا از این کارا بکنم خود تو تو آره من با. من نمیتونم با. من اعصابم چی میشه با ما این کار با. نه من اگه مثلا یکی از اون یوتیوبرها رو ببینم که این کارا رو میکنه دوست دارم یارو تو پادکست مثلا با هم فاصله بکنیم فاشخانه ولی تو یه بار به با عنوان مهمون برم که خود از این کار رو اصلا اصلا فکرشم هم چه میدونم دیگه برای اینکه دروغ چرا من،, گرم. من،, من این کارو میکنم تو تعارف ندارم دارم میگم برای اینکه منم بتونم ویور بیشتری بگیرم یعنی نه اینکه بخواد که دوست داشته باشم ولی میدونم که این جوانای کوچرا رو نگاه میکنن به آقا بریم کینگام چه جو واکنش می <تصفح> همونجا برم میرینم به طرف و حرف درام میزنم و همین میگم من یه بار از زنم برم بکنم ولی حتی اون روز اتفاق بیفته خیلی خیلی خب. حال کردم با دمت گرم امیدوارم خوش بگذره چه ویوی داشتی اون پشت بک گراوند لذتشو ببر معذرت میخوام که بعد قیافه گوه من نگاه میکردی به اون ویو چیکار <applause> <applause> نداره الان الان به جای این منظره خیلی الان میرم یه منظره خیلی بهتره بابا با. حالا بهتره بابا بابا سلام میگم برو منظره نگاه کن فیلم من نگاه کن همینطور خود باش با هم در تماسیم سلام برسون به النا و بچه‌ها لوف یو چاکس چکس